بقایای سوخته پرواز 149 بریتیش ایرویز. این هواپیما در 11 مرداد 1369 برای سوخگیری در کویت فرود آمد. تنها چند ساعت بعد از حمله نیروهای عراقی به این کشور. تمام 367 خدمه و مسافران آن گروگان گرفته شدند. همزمان با شعله‌ور شدن آتش نخستین جنگ خلیج فارس، بعضی از گروگان‌ها مورد بدرفتاری، آزار و حتی تعرض جنسی قرار گرفتند. از آنها در نقاط استراتژیک به عنوان سپر انسانی در برابر حملات هوایی غرب استفاده شد. حالا 34 سال بعد، نزدیک به 100 نفر از گروگان‌های سابق علیه دولت بریتانیا و بریتیش ایرویز شکایت کردند. با این دعوا که آگاهانه و آمدانه جانشان را در معرض خطر قرار دادند. شرکتی که بهش اعتماد داشتم و دولتی که بهش اطمینان داشتم ناامیدم کردن. قاعدتا از اعتمادم خیلی احساس حماقت میکنم. اما از این رفتار تحقیرآمیزشون به شدت عصبانیم. سفیر بریتانیا در کویت آن زمان به وزارت خارجه هشدار داده بود که نیروهای عراقی از مرز عبور کردند، اما مسیر هواپیما تغییری نکرد. بریتیش ایرویز میگوید درباره حمله چیزی به آنها گفته نشده بود. وکلای شاکیان میگویند شواهدی دارند که نشان میدهد از پرواز 149 برای رسیدن تیمی از نیروهای ویژه برای عملیاتی بسیار محرمانه به کویت استفاده شده. دولت بریتانیا قبلا این را رد کرده. شواهدی هست که پرواز 149 برای ورود تیمی از نیروهای ویژه سابق و نیروهای امنیتی به کویت استفاده شده. با وجود تمام خطرهایی که برای مسافران و خدمه پرواز داشته، از یک هواپیمای مسافربری برای این عملیات استفاده شده. پس از 5 ماه اسارت، گروگان‌ها بالاخره آزاد شدند. اما بسیاری از آنها به خاطر مصائب آن دوران از مشکلات جسمی و روانی طولانی مدت رنج بردند. شاکیان حالا میگویند که برای دستیابی به عدالت امیدوارند. 34 سال پس از آن پرواز به منطقه جنگی. ویل ورنن، بی بی سی نیوز.